کمتر از دو هفته از به قدرت رسیدن سنی های تون روی طالبان در افغانستان می گذرد و چهره واقعی آنان علیه زنان این کشور برملا می شود. آنها به صورت زمینی تهدید کردند که زنان فقط باید در خانه بمانند و خروج آنها از خانه بدون محرم ممنوع است. در حالی که پیش از این یکی از مقام های طالبان مدعی شده بود چنین قانونی صادر نخواهد شد همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد سخنگوی طالبان از زنان افغانستانی خواسته که فعلا در اجتماع ظاهر نشوند چون به گفته او عناصر این گروه هنوز آموزش کافی ندیدند و نمیتوان بر حسن رفتار آنها با زنان تضمین داد چرخشی آشکار در مواضع طالبان نسبت به زنان آن هم پس از ادعاهای متفاوت در روزهای نخست سخنگوی سنی های تند طالبان از زنان افغانستان خواست در خانهها بمانند تا از خطرات احتمالی مسون باشند. زبیل الله مجاهد دلیل این فراخان را پیشگیری از سوء رفتارها و ناآزمودگی شبه نظامیان در نحوه برخورد با زنان عنوان کرد. نیویورک تایمز به نقل از این سخنگو نوشت: نیروهای ما تازه کار هستند. و آموزش چندانی ندیدن ما نگرانیم آنها زنان را اذیت و آزار کنند و خدایی نکرده به آنها آسیب برسانند این سخنان که میتوانند تهدیدی علیه زنان و تاییدی بر خشونت نیروهای گروه تروریستی طالبان تلقی شوند در تضاد آشکار با ادعاهای پیشین آنها قرار دارند آنها گفته بودند که زنها نباید نگران شغل و تحصیل باشند و حق خروج از خانه به تنهایی را نیز خواهند داشت زبیه الله مجاهد که به عنوان وزیر فرهنگ طالبان معرفی شده در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که حقوق زنان، تحصیل، کار و فعالیت اقتصادی آنها در چارچوب به گفته او شرع محترم خواهد بود در دوران پنج ساله تسلط طالبان بر افغانستان در فاصله سالهای 1996 تا 2001 زنان از آموزش یا مشارکت اجتماعی و اقتصادی محروم بودند و برای هر کاری در اجتماع ملزم بودند یک همراه مذکر ولو یک پسر بچه در کنار خود داشته باشند در حال حاضر در کابل همچنان زنها بدون برغه و به تنهایی به خیابان می آیند و مدارس دختران در ولایات مختلف هم کماکان باز هستند. البته زبیه الله مجاهد گفته که خانه نشینی زنان جنبه موقتی و حمایتی دارد اما توصیه سریح او میتواند تواند مهر تعییدی بر تردید و بدبینی نسبت به تغییر روی طالبان باشد آنها مدعی شدند که در سیاست های قبلی خود تجدید نظر کرده هن. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد پذیرندگان این ادعا فریب خوردگانی ساده لح بوده و یا سیاست مدارانی هستند که تنها به اهداف خود فکر می کنن و هر وسیله ای را در راه رسیدن به آن به کار می گیرند.